الرحمن رب العالمین بار الخلاق اجمعین و و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین و حبیب اله العالمین ابل المصطفى محمد الله علیه و, علیه و علی آله تیبین التاهرین المعصومین و لعن دائم علی در جلسات ع... گذشته شد که یکی از وظایف ما بلکه مهمترین وظیفه ما نه یکی از وظایف در کنار وظایف عادی مهمترین وظیفه ای که خداوند متعال به دوش ما گذاشته معیت و همراهی با معصومه، با ولی خدا هست که تمام هدایت و سعادت و همهی به هر حال قرب خداوند متعال در همین هست من تا اینو عرض بکنم خدمتتون برده بزرگوار خواهر بزرگوار همراهی با معصوم سخته یه واقعیتی هستش در کنار ولی خدا یه امتحان از آدم گرفته میشه که به حال پشت پرده آدم نمیدونه خبر نداره ولی خدا خودش میدونه ولی ما نمیدونیم آدم باید پا رو خودش بگذاره پا رو میلش بگذاره پا رو فهمش بگذاره در کنار ولی خدا خب او یه چیزایی میدونه که ما نمیدونیم یه کاری انجام میده یه مسلحتی میدونه که ما نمیدونیم ممکن خلاف فهممون باشه خلاف تحلیل ما باشه خلاف میل ما باشه خب طبیعتا اینجا آدم باید پا رو خودش بگذاره که بتونه با او همراه باشه و ازش جدا میشه باید پا رو خودش بگذاره ما تابع او ایم قرار نیست که او تابع ما باشه و همین سختیشه سختی همینه که آدم پا رو خودش گذاشتن هر کسی پا نمیذاره رو خودش اینکه در روایات ما زیاد اهل بیت فرمودن ان امرنا صعب مستسعب امر ولایت ما اهل بیت سخته ان امرنا صعب مستصعب لا يتحمله تحمل ولایت ما رو نداره جز سه دسته لا يتحمله الا ملک مقرب مگر یک ملک مقرب نه هر ملکی اون نبی مرسل پیغمبری که رسول هم هست فرستاده شده نه هر پیغمبری و سوم او عبد امتحن الله قلبه للایمان اون بنده ای که خدا انقدر تو کوره های امتحان او رو برده انقدر او رو برده انقدر به خاطر ما اهل بیت پا رو نفسش گذاشته پا رو خودش گذاشته تا تونسته تسلیم با بشه این سه دسته تحمل ولایت ما رو دارن وگرنه تحمل ولایت اهل بیت سخته یه عده ممکنه تا یه مدتی کنارشون باشن تا اونجایی که خلاف میلشون نیست طبق میلشون اما اونجایی که خلاف میل من داره او یه کاری انجام میده بتونی پا رو میل خودت بگذاری همراه او باشی این کار سختی هستش ریه یه روایت امام صادق علیه السلام تو اصول کافی هست فرمود نهنو صبر صبر خیلی روایت عجیبیه نحن صبر و شیعتنا اسبر مننا ما اهل بیت صبوریم شیعیان ما از ما صبورتره تره و صبر و شیعتنا اسبر مننا شیعیان ما از ما صبورترند بعد خود امام صادق علیه السلام دلیلش رو فرمود فرمود لعنا نسب رو الله ما نعلم و شیعتنا یسبرون الله ما لا یعلمون چون ما پشت پرده ها رو میدونیم و تحمل میکنیم شیعیان ما بدونی که بدونن تحمل میکنن خب این خیلی سخت دیگه بدونی که بدونن و شیعتنا یسبرون الله ما لا یعلمون امتحان خدا سختیش همینه که آدم پشت پرده هاشو نمیدونه اصلا نه امتحانهای خدا تو همین دنیا هم تو دبیرستان و دانشگاه و اینجا هم ما امتحان میدیم سختی امتحان به خاطر که جوابش آدم نمیدونه دیگه اون پشت قضیه رو نمیدونه جواب جوابو بدونه الان مثلا من از شما بپرسم آقا من یه سوالی از شما دارم الان روزه یا شبه؟ یا شما ما رو گرفتی اینکه معلومه دیگه وقتی جواب معلوم باشه اصلا امتحان نی سختی امتحان اینه که آدم جوابش رو نمیدونه پشت پرده خبر نداره اولین امتحانی که خدا اولین امتحانی که تو این عالم گرفت میدونه چی بود اولین امتحانی که خدا گرفت این بود تو علل و شرای مرحوم شیخ صدوق اونجا نقل کرده که خداوند متعال گل آدم رو قبل از اینکه روح درش دمیده بشه قبل از اینکه روح درش دمیده بشه گل آدم در عالم بالا بوده بقیه اربعین سنه چهل سال همینجوری افتاده بود تمر رو به الملائکه ملائکه که عبور میکردن یه گلی اینجا مثلا افتاده مثلا چیز پیش پا افتاده ای بود یه مرتبه خداوند متعال فرمود که فعضا سوی وقتی من این روی شکل بهش دادم و نفخت و فیه من روحی این قرآن ها و از روح خودم در این دمیدم فقع او ساجدین سجده کنید برش این اولین امتحان سجده خدا ببینید خیلی عجیبه یه ظاهری درست کرد یه پشت پرده ای. ظاهرش یه گل بود که چل سال جلوی چشم ها بود که عبور میکردن یه چیزی پیش پا افتاده پشت پرده یه روح الهی بود که خدا فرمود اون روحو که نمیبینه که هر کسی که نمیبینه الان ما روح اونو میبینیم خدا فرمود وقتی از اون روح دمیدم وقت سجده کنید اگر از اول صاف و پوسکنده اون روح رو به همه نشون داده بود همه سجده میکردن حتی شیطان وقتی میدیدن که چه روح با است انسان به خصوص انسان کامل حضرت آدم روحش خیلی روح با است اما خدا اون نشون نداد اون پشت پرده بود خدا گفت حالا سجده بکنی حالا که تسلیم من هر من گفتم به یه چشم شیطان گفت انا خیر من من که بهتر از اینم خلقتنی من نار منو از آتش خلق کردی این از گله بی من نور دارم حرارت دارم خلقتنی من نار و خلقتهم من تین سجده نکرد نعت بفرمایید وقتی که امتحان جوریست که یه پشت پرده ای داره اونجا همه تسلیم نمیشن که هر چی خدا گفت هر ولی خدا گفت بگن چشم اون خودش یه تحلیلی داره میگه من که بهتر از اون ورچی من سجده بکنم امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه قاصعه که از تعمیر علیه السلام اونجا آبروی شیطان رو برده راجع به شیطان صحبت کرده هست علی علیه السلام خطبه 100 و یک نهج البلاغه اونجا یه جمله ای داره حضرت میفرماید ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله خداوند متعال از مخلوقاتش امتحان میگیره به اون چیزایی که نمیدونن یبتلی امتحان میگیره خلقه هو از مخلوقاتش به بعض ما یجهلون به اون چیزایی که جهل دارن نمیدونن تمیزن للاختبار لهم تا مؤمن از غیر مؤمن از اون چیزایی که پشت پرده هاشو نمیدونن خدا امتحان میگیره تا کی تسلیمه کی مؤمنه کی نیست در قرآن شما خوندید حضرت موسا با حضرت خضر یه مدت با هم همراه شدن حضرت موسا خب به عنوان اینکه در این حال که پیغمبر و مقامش بسیار مقام با است اما به ایشون گفتن که شاگردی خضر رو بکن خضر یه چیزایی میدونه که تو نمیدونی یه علوم باطنی و از پشت پرده ها خبر داره که تو نمیدونی شاگردیشو بکن حضرت موسی با هم با خزر یه مسافرتی با هم رفتن من نمیخوام جزئیاتو بگم میدونید این تو سوره کهفه با هم دیگه یه مسافرتی رفتن تو این مسافرت حضرت خزر سه تا تصرف کرد سه تا کار انجام داد تو هر سه کار حضرت موسی بهش اعتراض کرد با اینکه خدا او رو فرستاده بود شاگردی خزر با اینکه گفته بود او استاد یه چیزایی میدونه که تو نمیدونی همراهش باش ولی نتونست همراهش باشه تا آخر یه چیزایی دید ازش نتونست تحمل بکنه نتونست تحمل بکنه با هم سواری کشتی شدن مالی یه عده فقیر بیچاره بود حضرت خز شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن از موسی گفت چی کشتی رو سوراخ می‌کنی این بندگان خدا ما را دادن تو کشتی چرا کشتی رو سوراخ می‌کنی حضرت خیز گفت من که از اون اول گفتم من یه چیزایی میدونم تو نمیدونی نمیتونی با من تحمل کنی گفت آقا ببخشید معذرت بخوام آواز هم نبود باز همینجور که میرفتن یه چند تا بچه تو کوچه با هم بازی میکردن حضرت خیز یکی از این بچه ها رو برد یک گوشه ای زد کشت فقط له حضرت موسی خیلی ناراحت شد یقش رو گرفت گفت لقد جئت شیئا نکرا کار منکری انجام دادی برای چی زدی این بچه رو کشتی حضرت خز گفت من که گفتم نمیتونی با من تحمل بکنی باز یه جایی رفتن گرسنه تشنه یه روستایی رفتن از مردم اون روستا غذا خواستن مردم اون روستا اینا رو بیرون کردن که ما مفتی به کسی چیزی نمیدیم بیرونشون کردن اینا اومدن بیرون روستا نشسته بودن یه دیواری بود داشت خراب میشد حضرت خز این دیوار رو کامل خراب کرد شروع کرد دو بازسازی کردن محکم کردن حضرت موسی گفت آخه چه کاری که میکنی؟ این مردم که به ما نون ندادن لاقل یه اجرت ازشون بگی این کار داری براشون میکنی مفتی براشون کار نکن حضرت خز گفت هازا و فراغ و بینی و بینک دیگه من نمیتونم با تو باشم جای جدایی من و تو وقت بعد منصولم اینجاست بعد حضرت خز شروع کرد پشت پرده ها رو گفتن که اون کشتی رو که سراخ کردم مالی یه عده فقیر بیچاره بود یه حاکم قاسبی بخواست قصب بکنه این کشتی رو ازشون بگیره من سوراخ کردم عیب داشته باشه اون حاکم ظالم بگی کشتی معیوب چه به درد ما میخوره من نمیخوام دست خود صاحبانش همون مردم فقیر و بیچاره میمونه خب میرن تعمیر میکنن بعدا تو خیال کردی من دارم ظلم میکنم ظاهرش ظلم بود باطنش خدمت به اون مستضعفین بود اون بچه رو که کشتم این بچه یه پدر و مادری داشت که مؤمنن این بچه اگه بزرگ میشد هم خودش کافر میشد هم پدر و مادرش رو کافر میکرد من این بچه جانش رو گرفتم حضرت اسرائیل تو روز هزاران جان میگیره تو اعتراض نمی کنی خب من به اذن خدا یه جان گرفتم من به اذن خدا یه جان گرفتم دلیلش هم این بود که اگه این بچه بزرگ میشد هم خودش کافر میشد تا ابد تو جهنم بود هم پدر و مادرش رو کافر میکرد من 60 سال هفتاد سال عمر ازش گرفتم میخواد هفتاد سال زندگی بکنه دیگه این هفتاد سال رو ازش گرفتم اما ابدیت رو بهش دادم چون اگر کافر میشد تا ابد تو جهنم بود من بهش ظلم کردم ظاهرش تو فکر میکنی که ظلمه اما پشت پردهش اگه بدونی این خدمتی است که من به او کردم این خدمتی است که من به او کردم اون دیواری رو هم که خراب کردم و باز دو مرتبه مرمت کردم و بازسازی کردم زیر این دیوار یک گنجی بود بالا دو تا یتیم تو همون روستایی که ما رو بیرون کردن اگه این دیوار خراب میشد گنج دست نااهل میافتاد من دیوار رو محکم کردم گنج اون زیر بمونه این یتیما وقتی بعدا بزرگ میشن طبق آدرس بیان پیدا میکنن من به خاطر اونا این کارو کردم و ما فعلته ان امری موسا من این کارا رو سر خود نکردم مامور خدا بودم همش دستور بود و ما فعلته ان امری حضرت موسا گفت کاملا درست میگی خب عزیز من بله بعد که معما حل گشت آسان شود پشت پرده ها که معلوم شد بله کاملا درست میگی اما مهم این بود که همون موقع که آدم نمیدونه اما وقتی خدا فرستاده آدم رو او رو ولی خدا میدونه استادت میدونه اون موقع باید آدم تسلیم بی بود اون موقع آدم باید تسلیم می بود بفرمایید من اجازه میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم برادر بزرگوار خواهر بزرگوار فقط از تاریخ و از گذشته نگم روزمره هم ما هم از این امتحان هایی که پشت پرده هاشو نمیدونیم ولی معذرت میخوام بعضی همون رفوزه میشیم توش با خدا درگیر میشیم با ولی خدا درگیر میشیم روزمره ما هم از همین امتحانا از ما میگیرن من یک دوتا رو بزنم یکی از جاهایی که از این امتحانا از ما میگیرن تو حاجاته آدم حاجتهایی که داره یه حاجتی داره به خصوص اونایی که مزترن مریض دارن گرفتاری دارن فقر دارن حالا هر مشکلی هست کارت به استخونشون رسیده خب مندگان خدا ممکنه چله بگیرن یا مثلا چل هفته بعضی میرن جمکران دستور رول عمل انجام میدن مشهد میرن کربلا میرن دعا میکنن برای که به اون حاجت برسن اون حاجت داده نمیشه اون حاجت داده نمیشه با خدا درگیر میشن با ولی خدا درگیر میشن ما دیگه زیارت نمیان ما این همه حاجت خواستیم بهمون به ندادن حالا اگه پشت پردش رو نشونت بدن که برای چی بهت ندادن خدا که بخیل که نی مگه از خدا کم میاد که بهت بده خدا هم میدونه که چی میخوای هم میدونه هم داره که بهت بده هم داره که بهت بده هم میتونه بهت بده آجز نیست هم میتونه بهت بده هم کینه ای ازت نداره مهربان هست بی نهایت مهربان هم بخشنده است بخیل نیست خب چرا نمیده خدایی که میدونه چی میخوام داره که بده میتونه بده مهربانم هست بخیلم هم نیست خب برای چی حاجتمو نمیده من این همه التماس دارم میکنم به خاطر اینکه پشت پردهش اگه بهت نشون بده که چقدر به ضررت هست میگی خدای ممنونتم که بهم به هم ندادی خدای ممنونتم که بهم به ندادی من یه مثال میزدم گاهی موقع ها. یه بچه از پدر و مادرشون یه چاقوی تیز میخواد یه چاقو میخواد باش بازی کن دسته این چاقو خیلی قشنگه این بچه نمیدونه که این چاقو چقدر ضرر داره براش از پدر و مادر میخواد که بازی بکنه باهاش پدر و مادر میگن نمیدیم بهت این بچه گریه میکنه زجه میزنه پاشو میکوبه زمین پدر و مادر میگن بکشی بهت نمیدیم خود تو بکشی بهت نمیدیم شاید این بچه تو دلش بگه عجب پدر و مادر بیرحمی من این همه دارم گریه میکنم چرا بهم به نمیدن اما اون کسی که بیرون وایستاده میگه عجب پدر و مادر مهربانی که بهش نمیدن این بچه خیال میکنه این اسباب بازی اسباب بازی نیست این به ضررشه خیال میکنه به نفعشه به زرارشه. بعضی از حاجات ما که خدا بهمون به نمیده خیال میکنیم این به نفعمونه. نیست، به ضررمون هستش. پهلا از خدا که کم نمیاد که بده. یه موقع هایی نمیدن یا دیر میدن. گاهی موقع ها دیر میدن. در روایت هست حضرت موسی علیه السلام البته بخشش تو قرآن دعا کرد، یه دعای خاصی از خداوند متعال داشت. خدا تو قرآن هست فرمود قد اجیبت دعوتکما. دعای تو و برادرت هارون که دعا کردید مستجابه چشم بهت میدم در روایت هش بیس سال بعد خدا داد حضرت موسای اولول از دعا میکنه اینجوریست که فوری بهش بدن حالا ماها گاهی موقع اگه به ندادن با خدا درگیر میشی خدا چرا نمیدی؟ چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو رزوان خدا برش این احیا کننده شیعه در زمان خودش عاشق امیر المامنه بود خیلی عجیب بود همه اهل بیت یه مرتبه مشهد اومده بود چهل روز قرار بود مشهد بمونه چهل روز قرار بود مشهد بمونه پیش خودش گفته بود من چه هدیه ای به امام رضا بدم به ذهنش رسید که هر روز هزار رکعت نماز بخونه هدیه کنه به امام رضا هر روز هزار رکت نماز چهل روز که بود چهل هزار رکت نماز هدیه به امام رضا است اصلا یه عشق و علاقه عجیبی نسبت به اهل بیت خصوصا امیر المومنین داشت ایشون تو نجف زندگی میکرد یه حاجتی داشت خیلی میرفت حرم خیلی حرم امیر المومنین میرفت یه حاجت بهش داده نمیشون. هر هرچی صبح شب سهر میرفت حاجت داده نمیشوند با اینکه خب ایشون که چیز بد که نمیخواست دیگه ایشون که معصیت از از تعمیر که چیز بد که نمیخواسته ولی بهش داده نمیشد یه مرتبه دم زریح وایستاده بود دید یکی از این عرب های بادی نشین از این مال قبائل و روستاهای های اطراف نجف دید یه بچه تو بغلش اومد تو حرم بدون زیارت نام خوندن و بدون سلام و آداب و تشریفات اومد جلوی زریح وایستاد با تشر به امیر المومنین گفت یا عبل یکی از کنیه های امیر یعنی فریاد رس یا عبل این بچه منو شفا بده بچه فلج بود فلج مادرزاد دست و پاش لمس بود این بچه رو انداخت پای زری مثل یه تیکه گوشت این بچه پای زری بود علم امینی هم بایستاده بود نگاه میکرد که این چرا اینجوری با امیر المومنی حرف میزنه دعوا داره یه چند لحظه که گذشت دید انگار یه روح اومد تو بدن این بچه این بچه که دست و پاش لمس بود انگار یه روح اومد تو بدن این بچه دست و پاش سفت شد بلند شد بایستاد یه چند قدم شروع کرد راه رفتن چون فلج مادرزاد بود اول یه مقدار کج و کله میرفت بعد شروع کرد به دویدن باباش از پشت سر رفت بغلش کرد مردمم که شفا رو با چشم دیدن ریختن رو سر این به هر حال بچه که یه تیکه لباسش رو تبرکی بکنن خدام خدام حرم اومدن به هر حال یارو برداشتن بردن بیرون علامه امینی که کنار زریح نشسته بود سرش گذاش رو زری خیلی دلش شکست گفت آقا من اشتباه کردم اومدم طلبه شدم و دود چراغ خوردم و سختی کشیدم اگه میرفتم بیابان نشین میشدم زودتر حاجتم رو میدادید این از گرد را رسید ازتون هیچ آداب و تشریفاتی هم به جان نیاورد شما فوری بهش دادید من این همه دارم میام هم زجه میزنم به هم ندادید شما خیلی دلشی شکست رفت بیرون از حرم گریه کرد و از حرم رفت بیرون شب خواب دید امیر المومنین رو از امیر علیه السلام با یه لحن پدرانه ای بهش گفت شیخ عبدالوسین مرحوم علامه امینی شیخ عبدالوسین نه امینی شیخ عبدالوسین تو از خودمونی دوست داریم زیاد بیای در خونمون صدا تو بشنویم دوست داریم صدا تو بشنویم اینا تحمل ندارن باید زود بهشون داد اینا تحمل ندارن تو دیگه چرا این حرفا رو میزنی تو از خودمونی دوست داریم زیاد بیای در خونمون. گاهی موقع ها به خودیا دیر میدن به خودیا دیر میدن یا نمیدن اما خب متاسفانه بعضی از ماها اینجوری هم دیگه میگم دیگه در خونت نمیام دیگه نمیام ازت حاجت بخوام حاجت منو ندادی با اینکه پشت پرده شو اگه بدونی میگی ممنونت که ندادی یا یکی از جاهای دیگری که با اهل بیت یا با خدا متعال ما درگیر میشیم تو بلاها و گرفتاری هاست بلاهای مختلف مرگ میره میر از عزیزانمون وقتی یکی میمیره یه مرتبه شروع میکنیم با خدا درگیر شدن کفر میگیم خدای چرا هرچی سنگ مال پای لنگه چرا به من اینقدر دختی میدی چرا اینجوری چرا اونجوری با خدا یا مریضی داره یا قرض داره یا به هر حال گرفتاری داره تو بلاها آدم درگیر میشه ولی که اگه پشت پرده‌شون نشون بدن که عزیز من خدا که نمیخواد به چه زونتت که آخه خدا چه نفعی میبره از اینکه تو اذیت بشی خدا چه نفعی میبره آخه یه لحظه آدم فکر بکنه ما تو ذهن خودمون یه خدایی درست کردیم با او درگیریم اون خدا خدا نیست اونو تو درست کردی ولی بله خدا که نفعی نمیبره که ظلم بهت بکنه به چه زونه تو رو حتما یه چیزی بوده دیگه گاهی موقع به خاطر اینکه من یه کاری کردم دارم چوبشو میخورم گاهی موقع خودم یه کاری کردم تو قرآن داره ما اصاب من مصیبتن به ما کسبت ایدیکم. مصیبتی که سرتون میاد به واسه اعمال خودتونه به واسه اعمال خودتونه یه آتیشی یه جا روشن کردی دودش داره میره تو چشمتون یه کاری کردی یه راننده تاکسی بود ایشون میگه من با خانومم داشتیم تو خیابون میرفتیم خانومم دو سه روز یه سردرد گرفته بود هر چی دکتر رو دوا می کردیم خوب نمیشد هر چی این ور اونور خانومی سردرد داشت خوب نمیشد تو تاکسی با خانومم شب بود داشتیم می رفتیم. دیر با عاشق رجولی خیاط کنار خیابون وایساده من به خانومم گفتم خانوم شما میری عقب بشینی من آقا رو سوار کنم جلو بشینه گفت مانعی نداره رفتیم کنار ایشون وایسادیم مرحوم آیا شیخ که خب کما بیش همتون میدونید آدم صالح و بزرگواری بود گفتیم آقا بفرمایید جلو خالومم رفت عقب نشست راه که افتادیم میگه من از بهشون گفتم گفتم حاجا خانم من یه سردردی گرفته دو سه روز کلافه است خوب نمیشه هرچی چی ما دوا دکتر میریم ایشون یه چند لحظه فکر کرد سکوت کرد چند لحظه فکر کرد بعد یه مقدار برگشت گفت همشیره بچه رو که اونجوری نمیزنن بچه رو که اونجوری نمیزنن این سردردت به خاطر اینه بچه رو دو سه روز قبل ظلم کردی بهش زدی اونجوری ظلم کردی برو یه شیرنی بخر یه چیزی بخر از دل بچه در بیار تا سردردت خوب بشه یه شیرنی یه چیزی بخر از دل بچه در بیار تا سردردت خوب بشه ما اگه پشت پرده بلاهایی که سرمون میاد و نشون بدن خیلیش به خاطر اعمال خودمونه یه جای کاری کردم الان کتکشو دارم میخورم تاوانشو دارم پس میدم ولی خدا چه تقصیری داره آدم با خدا درگیر میشه بعضی از بلاها هم به خاطر اینکه آدم نه به خاطر اینکه عملی کاری کردی مثلا یک گناهی خطایی کرد نه به خاطر اینکه آدم بشکنه در خونه خدا غرورش و منیتش رو بذاره کنار بشکنه در خونه خدا چون بلاها باعث میشه که آدم ببینید تو عبادات آدم چهار تا نماز شب بخونه و چند قطره اشک بریزه منم منم میگه من جو... ملائکه بیان کفشامو جلو پام جف کنن آدم عبادات باعث غرور ممکنه بشه تو بعضی اما بلا باعث غرور نمیشه بلا آدمو میشکنه آدم وقتی مریض میشه منم منم هم نمیگه میگه خدای به دادم برس خدای به دادم برس وقتی درد میکشه منم منم نداره بلاها گاهی موقع به خاطر اینه که آدم در خونه خدا بشکنه پیغمبر اکرم به ایادت سلمان رفته بود سلمان مریض بود پیغمبر فرمود که سلمان خدا به ازای این مریضی سه چیز بهت میده این نه فقط مال سلمانه مال هر کسی که مریض میشه مال هر مؤمنی پیغمبر فرمود سلمان به ازای این مریضی خدا بهت سه چیز میده یکی اینکه دعا و کفی ها مستجاب دعا تو این زمان مریضی مستجابه تو روایت داره دعا مریض دعا هو که دعا الملائکه مثل دعا ملائکه است لذا یکی از آداب ایادت مریض وقتی رفتید ایادت مریض هم شما براش دعا بکنید هم از او بخواید که براتون دعا کنه اون دعاش چون افتاده است در خونه خدا به هر حال عزیزه این یک پیغمبر فرمود دومین چیزی که خدا به مریض میده و تویی که بیمار هستی اینی که کفاره میشه این مریضی دردی که داری میکشه کفاره گناهانت گناهان رو داد پاک میشه لا الا تو که زمن الا حت حتت این درد اون گناهان رو پاک میکنه تو بعضی از روایت هستش که یک ساعت دادم تب میکنه کفاره یک سال گناهه یک سال گناه پاک میشه بستگی داره به اون درد و اون بیماری و اون مریض این دو سومیش مقصودمه مقصودم این سومی است که پیغمبر فرمود خدا به مریض میده یک دعا مستجاب تو مریضی دو کفاره گناهانش میشه سه انت من الله به ذکرن، یاد خدا هستی هی خدا خدا میکنی آدم در خونه خدا میشکنه خیلی ارزشمنده بلاها یه فوائدی داره ظاهرش تند و تیز و تلخه اما پشت پردهش به نفع خودمونه خدا بی خودی بلا رو تو عالم خلق نکرده مجذوب تبریزی یکی از برحال عرفا بوده مال دو سه قرن قبل شاید زمان صفویه شاید بیشتر چار پنج قرن قبل یه اشعاری داره خیلی این اشعار قشنگه شاید تو صدا و سیما شنیده باشید این اشعار رو اما نمیدونم به معناش توجه کردید یا نه خیلی قشنگه مجذوب تبریزی میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد آتش افتاد تو نیستان یک شب آتش در نیستانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد نی به آتش گفت مقصود از نی و نیستان تو ادبیات عرفانی خود انسانه خود انسان که تو خالیه ولی سر و صدا داره مثل نی تو خالیه خبری نی ولی سر و صدا داره اول مصنوی مولوی میگه بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، مقصود از نی خود انسان حالا مجذوب تبریزی میگه آتیش مقصود از آتیش بلاه بلاها افتاد به جان انسان ها یک شب آتش در نیستانی فتاد به جون انسان ها افتاد سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد نی به آتش گفت که این آشوب چیست انسان به بلا گفت نی به آتش گفت که این آشوب چیست مرد تو را از این سوختن مطلوب چیست چرا به جون ما افتادی گفت آتش بی سبب نفروختم بلا گفت خدا من به خودی خلق نکرده گفت آتش بی سبب نفروختم دعوی بی حاصلت را سوختم میخوام این ادعا تو بزنم این ادعا که ادعا داری دعوی بی حاصلت را سوختم چون که گفتی من من چون که گفتی من نیم با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود میخوام این منیت تو بزنم بفهمی که بابا آجزی خبری نیست برو در خون خدا یه کرونایی که کل تو کل عالم جمعش بکنی چهار گرم بیشتر نمیشه بشر آجز کرده بشر تو کسی نیستی چیزی نیستی منیت نداشته باش من آیت الله هم، من آیت الله العظما هستم من دکترم من مهندسم من فوق تخصصم من فلانم من ف... بز با من چیه نی منم نیستی گفتم خدمت عمر حاج های دولابی میگه یه من تو این عالم بیشتر نیست. بقیه نی منم نیستن چه برسه به من تو این عالم یه من بیشتر نیست اونم خداست که همه چی داره بقیه نی منم نیستن چه برسه به من 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 نداشته باش بلاها اینجوری آدمو میشکن مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی این بزرگوار یه مرتبه تو صحن مطهر امام رضا علیه السلام داشت میرفت از کنار پنجره فولاد رد شد که از قدیم الایام خب همتون میدونید دخیل بستن مریضا اونجا خودشون رو میبستن با یه بندی با یه تنابی چیزی خودشون رو میبستن به پنجره فولاد مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی داشت رد میشد یه نگاهی انداخت به این بندگان خدا که دارن درد میکشن گفت خوش به حالتون گفت خوش به حاله آه آهسته گفت ولی یکی شدید یکی شنید گفت آیا شیخ نفست در جای گرم بلند میشه ما داریم درد میکشیم تو داریم میگی خوش به حالتون آیا تو لاش علی گفت نه من که میگم خوش به حالتون به خاطر این درد کشیدنتون نیست به خاطر اینی که اگه درد نداشتید میومدید اینجوری خودتون رو ببندید به امام رزا. بشکنید با هر مدرک و هر مقامی که دارید بشکنید خودتون رو ببندید بیاره. برای این گفتم خوش حالتون که شکستید بلاها آدمو میشکنه در خونه خدا و اولیا خدا در هر حال پشت پرده بلاها رو اگه به ما نشون میدن آدم میگه خدایا هیچ کارت خطا توش نیست درسته درست همه چیش درست پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت خدا رحمت کنه حافظ رو پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد کنار ولی خدا بودن مشکلش و سختیش اینه که امتحانای از آدم میگیرن چون ولی خدا یه کاری میکنه شما پشت پرده رو نمیدونی خلاف میلته خلاف فهمته باید رو خودت بذاری و اینو هر کسی انجام نمیده چون پشت پرده هاشو نمیدونه تسلیم نیست شما نگاه بکنید زمان امام حسن علیه السلام در این حال که امام حسن حکومت داشت بعد از امیر تا شش ماه امام حسن حکومت داشت قبل از اینکه صلح بکنه وقتی صلح کرد حکومت رو باگذار کرد به معاویه تا شش ماه حکومت داشت عده داشت عده داشت لشکر داشت یه مرتبه امتحان صلح گرفتن از مردم یه عده اومدن به امام حسن علیه السلام گفتن بابا برای چی صلح میکنی شما که لشکر داری شما که میتونی بجنگی شما که چیزی کم نداری ببینید پشت پردش رو نمیدونستن امام فرمود من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید مگه قرار همه اسرارشو رو به ما بگه مگه امام زمان قرار اسرارش رو به ما بگه یه سرباز سربازه قرار تو اتاق فرماندهی بره بدون اونجا چه خبره سرباز سربازه باید تسلیم باشه دیگه ولی نبودن زمان امام حسین درست برعکس امتحان جنگ گرفتن با قربت تعداد کم یه ایده اومد گفت آقا بر چی بجنگی مثل ابن عباس اومد گفت برای چی بری بجنگی ببینید همش هی اعتراض هی در مقابلشون امام حسین فرمود که خب من یه مسیری است که خدا تعیین کرده باید برم ماموریت الهی است ابن عباس گفت آقا پس زن و بچه رو برای چی میبری امام حسین فرمود اونم جزء ماموریت ماست اونم جزء ماموریت ماست خب جناب ابن عباس طیب الله اومدی نصیحت کردی به امام خیلی خوب حالا که فهمیدی امام میخواد بره باید همراهش میشد دیگه باید این تحلیل خودش رو دیگه میذاش کنار این فهم خودش رو میذاش کنار فهم امام حسین رو باید مقدم میکرد ابن عباس همراه نشد نرفت فکر نکنید پیر مرد بود یا معلول بود نه خیر از امام حسین کوچکتر بود سنش سن هیچ معلولیتی هم نداشت نرفت تسلیم نبود فهم خودش رو مقدم کرد بر فهم امام ببینید هر کسی نمیتونه پا بذاره رو خودش و میل خودش امتحان سختیش همینه فقط اون هفتاد و دو نفر بودن که با اینکه پشت پرده ها رو خبر نداشتن با اینکه نمیدونستن چی به چی. شب آشورا ما موسیم فرمود، پاشید برید فردا اگر باشید یکیتون زنده نمیمونه همتون به شهادت میرسید پاشید برید من بیعت رو برداشتم ازتون تکلیف رو برداشتم برید هیچ هم شما رو نمیبینه شب هست تاریک هست به دست و پای امام حسین افتادن گفتن اما کجا بریم؟ با خدمت شما هستیم اگه هزاران بار هم کشته بشیم بعدن امام حسین جاشون رو تو بهشت نشون داد یعنی ببینید اول امتحان گرفت بدون که پشت پرده رو بدونن که کجا قراره برن اگه از اول همه چی رو نشون میدادن که همه میموندن اما هنر این استش که اللذین یومنون بالغیب پشت پرده ها رو ندونی و در عین حال به ولی خدا اعتماد داشته باشی. به خدا اعتماد داشته باشی آدم بمونه اون وقت نشونش هم میده اون وقت امام حسین جاشون نشون داد تو بهشت چه اصحابی بودن هلال ابن نافع میگه شب آشورا من داشتم نگهبانی میدادم شب آشورا داشتم بالاخره دشمن ما رو احاطه کرده محاصره کرده یک دریا دشمن میگه دیدم یه سیاهی یه شبهی پشت خیمه ها داره میره ترسیدم رفتم نزدیکتر شدم دیدم خود سید شهداست داره پشت خیمه ها داره میره میگه نرفتم دیگه جلو که مزاحم آقا بشم با یه فاصله دنبال حضرت رفتم که مراقب حضرت باشم کسی نیاد ضربه بزنه به ما به ما حسین با فاصله آهست آهسته آهسته میرفتم صدای پامم جوری باش که مزاحمت برای امام حسین نباشه یه مقدار که دور شدی باز خیمه ها تو بیابان دیدم امام حسین علیه السلام ایستاد برگشت گفت هلال تو هستی دیدم آقا دیگه متوجه شد رفتم جلو گفتم بله آقا من هستم حضرت فرمود چی دنبال من میای گفتم آقا لشکر دشمن ما رو محاصره کرده بر جان شما ترسیدم تنهایی داری میای دور میشی از خیمه ها اومدم مراقب شما باشم حضرت دست من رو گرفت امام حسین علیه السلام دست من رو گرفت گفت هر چیزی که خدا بخواد همون میشه هر چیزی که خدا بخواد همون میشه بعد شروع کرد با من قدم زدن دستم تو دست امام حسین بود خوش به حالش میگه شروع کرد با من قدم زدن یه مقداری که دور شدیم محتاب میتابید نور محتاب بیابان رو روشن کرده بود از دور دو تا کوه پیدا بود ابو عبدالله علیه السلام فرمود هلال اون کوه رو میبینی؟ گفتم بله گفت پشت اون کوه هیچ خطری دیگه نیست هیچ خبری نیست میخوای بری برو با اینکه ساعتی قبل تو جمع حضرت اینو گفته بود هر میخواد بره بره اما شاید اونجا رو بود خجالت بود اما اینجا تنها و اگه میخوای بری برو در نقل داره که هلال هلال ابن نافع یا نافع ابن هلال حالا دو جور این اسم نقل شده افتاد به پای سید الشهدا گفت کجا برم من بعد از یه عمر دامن شما رو گیر آوردم من کجا برم حالا فوقش برم جان خودم رو نجات بدم بالاخره چی آخرش که باید بمیرم که وقتی مردم خدمت جدت رسیدم اگه جدت گفتش که رفتید فرزند من رو تنها گذاشتید من چی جواب جدتو بدم چی جواب جدتو بدم آقا نپسند که من برم حضرت از در بیرونشون میکرد از پنجره میومدن تو امام حسین علیه السلام فرمود تو باش باز هلال میگه حضرت دست من رو گرفت یه مقداری با هم راه رفتیم دیگه برگشتیم به سمت خیمه ها وقتی برگشتیم نزدیک خیمه حضرت زینب سلام الله علیها که رسید حضرت دست من رو رها کرد رفت تو خیمه خواهرش میگه با اینکه من نمیخواستم گوش وایسم ولی صدا رو میشنیدم حضرت زینب سلام الله علیها به برادرش عرض کرد که برادرم یارانت رو آزمودی امتحان کردی فردا تنها نگذارن. نگذارن فردا تنها نگ... هلال میگه یه مرتبه دلم ریخ که حضرت زینب به ما اطمینان نداره هنو ندارن. حضرت زینب هنوز به ما اطمینان نداره سریع اومد سمت خیمه خیمه اصحاب حبیب بزرگ اصحاب حبیب به مظاهر میگه دیدم داره اسلحهش رو تیز میکنه نشسته وقتی من رو دید گفت هلال بیشین یه استراحتی بکن گفتم حبیب جان حال ندارم حال ندارم او برای چی؟ گفتم خیمه حضرت زینب بودم دیدم خانوم به برادرش بگی یارانت رو آزمایش کردی فردا تنها نگذارن حضرت زینب به ما هنوز اون اطمینان لازم رو نداره حبیب یه کاری بکن یه کاری بکن حبیب بلند شد صدا زد همه جمع بشن همه جمع شدن بنی هاشم هم اومدن هست اول فاز علی اکبر 17 نفر بودن بنی هاشم هم اومدن حبیب با احترام گفت که آقا جان شما بفرمایید شما من با یاران خودم کار دارم شما بفرمایید با شما کار ندارم رو کرد به یارانش فرمود حضرت زینب سلام الله علیها هنوز به ما اطمینان نداره اگر ابا عبدالله به من اجازه میداد تنهایی خودم به لشکر دشمن میزدم اگه ولی خب خانوم هنوز به ما اطمینان رو نداره بریم دم خیمه حضرت زینب و خاندان عبا عبدالله تجدید بیعت بکنیم همه شمشیرهاشون و نیزه هاشون و همه رو برداشتن آوردن اومدن جمع شدن خود امام حسین هنوز تو خیمه از زینب بود و بر اینا جمع شدن فریاد زدن دختران پیغمبر فرزندان رسول خدا ناموس امیر المومنین حاضهی اصلت هنا و رماه نا و اسیافنا این شمشیرهای ما و نیزه های ما هستش اینها رو تو غلاف نمی کنیم مگر اینکه بر دشمن فرود بیاد ما تنها نمیگذاریم سید و رو ما تنها نمیگذاریم صدای گریه از تو خیمه ها بلند شد وقتی اینا اینجوری اومدن تجدید بیعت کردن و وفاداری خودشون رو ابراز کردن صدای گریه از خیمه ها بلند شد یه نفر ظاهرن یا حضرت زینب سلام الله علیها بود یا خواهرش ام کلثوم بود گفتن که مردان خدا از ناموس امیر المومنین دفاع بکنید از ناموس امیر المومنین دفاع بکنید من عرض میکنم که زینب جان حبیب ابن مظاهر و یاران سید و شهده کم نگذاشتن حبیب جان شما وفادار بودید تا آخرین لحظه با اهل بیت بودید که جان خودتون رو دادید تنها نگذاشتید سید و شهده رو اما کجا بودید عصر آشورا راه شورا که دیگه شما ها نبودید اون وقت زن و بچه امام حسین تنها شدن تو این بیابان ها تو تعبیر مقاتل هست یلوز نبه از آهان نبه بز به هم دیگه پناه می بردن بچه ها نمی دونستن چی کار بکنن پناه می بردن به یه بزرگتری خود اون بزرگتر چی کار بکنه خود اون بزرگتر اون زن و بچه کسانی که اصلا بیابانگرد نبودن نامحرم اونا رو ندیده بود اما الان تو دست یه گرگ محاصره شده خدایا به آبروی زینب کبرا به آبروی سید و شهدا و یارانش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما صلوات عنایت بفرما